خود کامران شد. الهی هزار مرتبه شکر. آقای عبیری سلام عرض میکنم، ایشون از دانش آموزان شما بودند. آقای عبیری سلام علیکم. سلام میکنم. حال شما چطور قربان؟ قربان شما. جناب خسرو زنده باد زندگی. زنده باد شما و زنده باد جناب استاد جعفری و همه آموزگاران سایی، دبیران سخت کوشی که مردم این سرزمین به اونها مرهون و مدیونند. آقای عبیری چون وقت کمه مجمل یه مقدار در مورد استاد جعفری صحبت بفرمایید. من خدمت استاد عزیزم جناب استاد علی اکبر جعفری سلام عرض می‌کنم. سلام. امیدوارم که ایشون همیشه زنده باشن و سایه‌اش بر سر آموزش پرورش ایران باشه انشاءالله. جناب استاد علی اکبر جعفری یکی از استادهای به نام ریاضی ایرانه. ایشون تو ایامی که من دانش آموز بودم سال 1361-62 و حتی سال 1365-66 که دانش آموزش بودم کلاس‌های کنکور رایگان تو گلپایگان برگزار میکرد که خیلی وقتا این تعداد دانش آموزان به 350 نفر میرسید. آقای عبیری جالب اینجاست که در روزگار رواج اقتصاد کنکور در کشور و روش‌های متعدد انتفاعی در سیستم آموزشی شما از خاطره خوش کار نیکوکارانه استاد یاد می‌کنید که به هیچ چشم داشتی. جناب خسروی باور کنید من تمام اون درس‌هایی که استاد ریاضی منو یاد داده من همه اون درس‌ها رو حفظم، یعنی با عشق و علاقه درس می‌داد استاد. آفرین. خوشا به سعادتتون. استاد اصلا ما اسم استاد رو گذاشتیم استاد مهربان، معلم مهربانی. یعنی بسیاریشون مهربان بودن. تو درس دادن حالتی درس میداد که کسایی که ته کلاس به عنوان بچه‌های درس نخون معرفی همیشه میشدن، اینها وقتی استاد میومد سر کلاس همه سکوت میکردن و به درس استاد گوش میکردن. من یاد ندارم تو اون سالهایی که دانش آموز استاد بودم دانش آموز سر کلاس استاد مثلا با استاد خدا نکده به حالت توهین یا چیز بر رفت. یعنی مصداق درس معلم ار بود زمزمه محبتی ایشان بودند. بله بله واقعا ایشون بودند. خیلی متشکرم آقای عبیری. شهرستان گلپایگان به تمام معلمین عزیز سلام عرض میکنم و روز معلم را پیشا پیش به همه تبریک میگم و به استاد عزیزم جناب آقای علی اکبر جعفری هم روز معلم را تبریک عرض می‌کنم. خیلی متشکرم. با شما خداحافظی می‌کنیم. ممنون که به ما پیوستین. این برنامه‌های تلویزیونی دهه 60 یعنی در خلال ماجرای جنگ و اینا میامدین اینجا؟ بله ببینید من در وقتی که بمباران تهران توسط رژیم عراق شروع شد توسط وزارت آموزش پرورش دعوت شدم برای تدریس 3-4 درس ریاضی که به بچه ها درس بدم. همه هفته از گلپایگان می اومدم اینجا. حتی یه خاطره دارم که در جام جم بمبارانی شد که همه عواملی که دستن در کار ضبط بودن به پناهگاه رفتن. من چون نمیدونستم پشت دوربین موندم چون نمیدونستم کجا برن و درس دادم و افتخار میکنم که این خدمت را تونستم انجام بدم. درود بر شما. بعدن مرکز خلیج فارس از من دعوت کردن برای کلاس‌های آمادگی کنکورشون اونجا درس دادن. نمونه درس‌ها رو فرستادن شبکه 2. مسئول اینجا مرحوم آقای باخشه‌سرا بودن که یادشون گرامی باد. چقدر زحمت کشیدن. از من دعوت کردن اینجا و توسط دوست عزیزم جناب آقای قاسم علی فراست که اینجا تشریف داشتن من اومدم اینجا و 3 درس را در واقع هندسی دبیرستان که نمونهش پخش شد و ریاضیات اول راهنمایی و دوم راهنمایی را برای معلمین تدریس کردم و حدود 326 برنامه در حدود 100 برنامه با مسائل دیگه مثل برنامه با والدین و اینا را اجرا می‌کردم. از گلپایگان می اومدم و برمیگشتم. درود بر شما. حضرت استاد جعفری رو به عنوان پدر مهربان توصیف کردید. چقدر رسم معلمی رو در منزل رعایت می‌کردند؟ حوصله برای مشق و تمرین و تکلیف شماها بسیار زیاد. بسیار هم وقت چون یه جور عشق و علاقه به کارشون داشتن، حالا نه برای من اصلا، برای همه محصلانشون وقت خیلی می‌ذاشتن، زمان در حقیقت برای ما می‌ذاشتن و حالا علاوه بر اون مطالبی که تو کتاب مطرح بود، مطالب فوق برنامه، چیزایی که در حقیقت کمک میکنه به یادگیری، بسیار کمک میکردن تو این قضیه. خانم جعفری یا سرکار خانم نوری در مورد لطف و نمک معلمی خورده صحبت بکنید. شما نان معلمی رو که ایشان می آوردن سر سفره میگذاشتین و بچه ها رو با نان معلمی بزرگ کردین. بله بله. ماحصل این نان حلال چه بوده و زندگی شما چگونه بوده؟ زندگی ما خوب بود.
و الان بچه های دیگه صاحب چه مراتب تحصیلی هستن؟ دختر بزرگم لیسانس میکروبیولوژی ولی به حساب کار باباشو دنبال کرد، الان دبیر زیسته، پیش دانشگاهی درس میده. ظاهراً یه وراثتی این معلمی در شما هست. در گذشته هم بوده؟ علاقمندن. در گذشته هم بوده؟ یعنی در پیشینیان شما؟ مثلا پدرتون شغلشون چی بوده؟ نه، پدرم که سواد نداشتن، یه کاسب ساده بودن. عجب. ولی علاقمند بودن، مادرم بیشتر از پدرم تلاش میکردن که ما درس بخونیم و با شرایط بد اقتصادی خانواده واقعا به ما کمک میکردن با مهر و محبت. احسن. یعنی پدر از دنیای مادی چیزی نداشت ولی با کولباری از شرف و انسانیت من و خواهرم و برادرم بزرگ کرد. آفرین. و دختر دیگر؟ اونم فوق لیسانس شیمی داره، گرایش نفت. گرایش نفت. و ایشون که دیگه تدریس نمی‌کنه. آخر. یه قلم دارین که تدریس نمی‌کنه، ولی هر دو فرزند دیگه، آقای دکتر و سرکار خانم جعفری، هر دو تدریس می‌فرمایند. شما که استاد دانشگاه هستید و مشغول به تدریس. و شما هیچ وقت میل به کار بیرون از منزل نداشتید؟ من شاید دوست داشته باشم ولی ایشون اول موافق نبود. عجب. چقدر شما استبداد به خرج دادید آقای جعفری. ایشون من نه، محصل من بودن که ما ازدواج کردیم. بله، محصل کلاس هم بودن. اون زمان زیاد خانم ها به خصوص در شهری مثل گلپایگان نمیتونستن شغل بگیرن. یعنی شرایط امکان اون زمان کافی فراهم مثل الان نبود. من خدمتتون بگم حتی بعضی از خانواده ها در گلپایگان با مشکل بود براشون که دخترشون رو مدرسه بفرستن. درست. و خانواده ایشون یه خانواده روشنفکر، متدین و روشن مذهبی بودن که ایشون تونستن تا دیپلم برن. مثل اونایی که مثلا کلاسشون کلن 22 نفر بودن که یه مدرسه دخترانه رو گلپایگان بود با 22 تا دختر خانم که اینا تونستن دیپلم بگیرن رشته طبیعی فقط. اون شرایط و الا من از نظر کلی من این نبوده است، بلکه شرایط فراهم. اگرچه به نظر میاد که آنچنان که شما در تدریس و تعلیم و تربیت کوشیدین، ایشان هم در منزل همین مأموریت رو به تمامی انجام داده. بگم اینا من باید بگم جناب خسروی، هر کجا یک مرد موفق میبینید به قول ریاضیات کافی است که به خانواده نگاه کنید. یک زن در علاقمند همدل و همزبان او را یاری میکنه. من اون چه که خداوند بهم لطف کرده بعد از لطف الهی در سایه همدلی و عشق و محبتی است که همسرم و فرزندانم داشتن. اگه نه من نمیتونستم. من وقتی یک کتاب را تألیف میکردم ساعتها از اونا دور بودم. درست. خیلی متشکرم. ما با کسب اجازه از شما یه تنفس موسیقایی تدارک کردیم و بعد از اون بخش دوم گفتگومون رو شروع میکنیم. اجازه میفرمایید؟ تمنا میکنم. با شما خواهیم بود. در خدمت شما هستیم. از مهر چهل. بله، از چهل هم هستش. بسیار. در خدمت جناب استاد جعفری هستیم، از پا ننشسته آموزش و پرورش که فارغ از قید آموزش به عنوان یا پرورش به عنوان یک وزارتخانه همیشه مصروف این کار داشتن عمر رو. 54 سال حداقل میشود گفت که به کار تدریس پرداختن. اولین حقوقتون چقدر بود آقای جعفری؟ من با 251 تومن
در سال 1340 استخدام شدم. دو سال قبل اینکه بنده به دنیا بیام. ماشاءالله. و این یکاد بخونید براشون. و با 250 تومان. بله. و بیشترین دستمزد حقوقتون چقدر بود؟ بیشترین دستمزد حقوقم در آموزش و پرورش اون وقتی که می‌خواستم بازنشسته بشم مرز 150,000-160,000 تومان بود که شد 200,000 تومان. 200,000 تومان. که بعد شد که اضافه کردن 200,000 تومان. عجب. بعد برای ارتزاق و تأمین معاش کار دیگری هم داشتین؟ نه خیر. مثل فقط تدریس. فقط تدریس. یعنی بعدم که اومدیم تهران در مجمع آموزشی دکتر حسابی ولیعصر همچنان تدریس بود. جالب اینجاست کنایه از این است آقای دکتر که اگر آموزگار کار بلدی باشه به عنوان حالا کمک معاش باز هم همون تدریس میتونه بهش کمک بکنه. این قابلیت رو داره. و زندگیتون سخت بود یا نه؟ نه، زندگی عادی بود. عادی بود. نه آنچنانی نبود ولی خوب بود. آنچنانی ولی نبود میگه خانم. ولی جناب خسرو من یه گله لطیف بود آقای دکتر بعدم. ولی من تصور میکنم شأن و مقام و منزلت معلمین بزرگوار ما که از اقصا نقاط این مملکت و روستاها تا شهرها زندگی میکنن و شرف معلمی اونها اجازه باید بده به ماها که زندگی مادی اونها در حد متعادل تامین بشه. معلمی که واقعا مشکل زندگی داشته باشه نمیتونه اونجور که میخواد عاشقانه تدریس کنه. ولی آقای جعفری برغم اینکه فرمایش شما کاملا صحیح هست به نظر میاد در مقام معلمی خودتون هرگز تدریس و تعلیم رو به قید و شرط زندگی خودتون نبردید. هرگز نه. این رسالت دستندرکاران و بزرگان و کسانی هست که الان مسئولیت دارن که به این مسئله توجه بیشتری بفرمایند. درسته. بدترین و بهترین توجهی که به شما شده چه بوده؟ والا بدترین رو سابقه ندارم. الهی شکر. نه واقعا سابقه ندارم. جز این که از لطف و محبت و همدلی مردم و مسئولین چه قبل از انقلاب اسلامی چه بعد از انقلاب اسلامی برخوردار بودن واقعا سپاسگزار خداوند و این مردم هستم. گله ای اصلا ندارم. درود. هیچ. خانم جعفری در غیاب استاد اون ارزشگذاری و شرافت و ارجحیتی رو که ایشان به واسطه تلاش هاشون کسب کردن چقدر به شما منتقل شد؟ چقدر مردم شما رو تکریم کردن؟ خیلی خیلی تکریم میکردن. یعنی هر جو کجا میفهمدن من خانم ایشونم احترام خاصی قائل میشدن. و این محصول چیه؟ آیا به خاطر اینکه گلپایگان یک شهر کوچک بود این اتفاق میافتاد یا نه به واسطه که ایشون فرد بسیار بزرگی هستن؟ چون مردم حق شناسن دیگه، از کار خوب انجام بده حق شناسی میکنن. آقای دکتر چرا